ده اولیتون پرنده است؟ پرنده چی پرنده دارین؟ خانه تان چی از پرنده؟ مرغ دارین؟ گنجش دارین؟ کفتر از چی از دارین؟ چی از خانه تان؟ برام یاد خدا و برد سلام سلام خدمت تمام شما بچنان و مهربان. امیدوارم هر کجای که هستین خوب و صحتمند و سرحال باشید. فیاض نجمی با عرفا جان و پدر عرفا جان در خدمت شما هستیم. آمدیم نزد دکتر صاحب جمشید رسا متخصص حساب و همچنان روان و رامی جان. بله خسته نباشین. تشکر. سلام بر شما، سلام بر همه بیننده تقدیم میدم. خوب هستین انشاءالله؟ تشکر زنم. عرفا جان السلام علیکم. خوب هستین انشاءالله؟ صحتمند هستین؟ بخیر هستی؟ دوستو سلام نمیتی؟ رامی جان چطور شد که امروز آمدیم نزد دکتر صاحب جمشید رسا و چی گپا کشان خود تایجا؟ بله ما دیگه دمی روزا بسیار کوشش داشتیم که نظر دکتر صاحب ببینیم، با هم شعر بسازیم، دیگه با امید ازی که یک مدت اینجا بسیار کوشش کردیم که ببینیم، بالاخره دیدیم شانه، دیگه نظر دکتر صاحب گرفتیم با امید ازی که مورد توجه هم قرار بگیره. بار قبلی هم آمده بودن چند تقریبا چند سال پیش؟ تقریبا یک دو نیم سال قبل آمده. دو نیم سال پیش آمده بودن دیدن، حالا هم آمدن تا که نظر دکتر صاحب جمشید رسا رو در قسمت عرفا جان داشته باشیم، تا که بیشتر و بیشتر بچندارای ما در فکر بودن که آیا نابغه هست یا خیر. نظریات مردم چقدر چقدر میبینید در شب روز چی میگن؟ کومنت ها یک ذره همطور شداب زده در این روزا ولی ها میرسه، دیگه ما دیگه احساس مسئولیت میکنیم که امی عرفا جان اگر حیانا نابغه نباشه ما کوشش بکنیم. گفته دکتر صاحب که ما میتونیم که در آینده مزدر همراه ایمان داشته باشین، سر میزنیم نزد دکتر صاحب جمشید رسا تایی که نظریاتشون داشته باشیم. میرونیم حرفات. خیلی خوب. چند ساله هستی؟ ای ساله؟ پنج ساله؟ آه. خب مکتب میری؟ موی عمل بخیر میری؟ شامل کردیم. خب بسیار خوب. در خانه چند تا خواهر چند تا برادر هستی؟ یک خور؟ یک برادر. بسیار خوب. و کوکا جان، ماما جان اینا هستن؟ نه، ما در خانه خود هست. خانه شما میه یعنی بنده فیانی؟ خانه ما خب، در دولیتون پرنده هست؟ پرنده. چی پرنده دارین؟ خانه تان چی از پرنده؟ مرغ دارین؟ گنجش دارین؟ کفتر از چی از دارین؟ چی از خانه تان؟ مرغ نیست؟ نیست. خب بسیار خوب. و عالم از تو چند سوال دارم، سوالای من خوب دقیق جواب ده. صحیح؟ خب در مورد چی سوال کنم زیادتر؟ آسان سوال کنم. سوال سخت نکنم. خب بسیار خوب. در این دست ما چند دانه تخم مرغ جای میشه و در این دست ما چند دانه لوبیا جای میشه؟ یعنی اوقدر تخم جای میشه؟ آه. خب در این سم چند تا لوبیا جای میشه؟
یا دونلو ماشاءالله 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 بسیار خوب دیگه سوال است تو میکنم خوب دقیق هم تو فکر تا بگی که سوال من درست جواب بدی صحیح است؟ خوب هم تو دقیق درست است؟ دو دانه ایوان و شیر نام بگی که تیز بدون در چیانی؟ در کجا تیز میرن؟ در یعنی خاله خاله ماما خاله آقا ایوان و شیر نام بگی که تیز بدون تیز بدون؟ خب آفری بسیار خوب بسیار خوب آل یک سواله که دیگه از تو میکنم سعیز ما امی لحظه گشنه شدم میخوایم که یک کاسه میخوایم که آش بخورم آش سعیز؟ اینجا یک دانه گیلاس هست یک دانه کاسه هست یک دانه بشقاب گیلاس کاسه بشقاب آش در چی بخورم؟ آش در کاسه آش در کاسه بخورم؟ خو خو سعیز امی من میخوایم که ماست بر خود بخرم ماست از چی جور میشه؟ ما از چی؟ از چکه میشه از چکه از چکه جور میشه چکه چی جور میشه؟ چکه از دو از دو؟ خب دوغ چی جور میشه؟ دوغ چی جور میشه؟ بازی گفت میشه عرفات بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب آره یک سواله که دیگه میکنم مانده خو نشدی؟ نه خیلی دیگه خوب دیگه متوجه باش که سواله که دیگه از تو پرسان کنم مانده شدی؟ نه این نفس آرام کشیدی؟ درست هست؟ نه آره در ریاضی میریم از ریاضی سوال میکنم درست؟ آسان است ریاضی بسیار آسان شد پرسان میکنم درست؟ پنج دانه گندشک گنجشک خوشناختی سعیز پنج دانه گنجشک امروی پنج دانه کفتر چند میشه؟ یازده چند تا؟ یازده یازده تا هشتا درست نه پنج تا خب پنج تا آفری تشکر سلامت باشی سلامت باشین دکتر صاحب تشکر خوش میکنم از اینکه وقت دادیم شاید عرفات جان رو بیشتر و بیشتر بشناسید بله بله در رسانه هم دیده باشید بله قراره که در رسانه ها بیشتر و بیشتر با پدر جانش هر جای ظاهر شدن بله. مردم در از این مردم سوالای خلق شدن و قراره که در بین مردم معرفی شدن که به شکل نابغه معرفی شدن بله. و گفتن که کل بخش ذهنش بسیار فعال است و میتونه خوب تر کار بکنه. ولی دیدگاه شما رو میخوایم بشنویم که چه قسم گپ است. ببینید اصلا مخیط یا فهم خود اصطلاح نابغه بودن بستر اجتماعی و بستر محیطی به مراتب بیشتر داره. زمانی که یک فرد به اساس یک کار ویژه ای به ایمانانی که در همه موارد در یک بخش کار ویژه را انجام میده و این کارش نظر به سنش نظر به جنسش نظر به شرایطش نظر به کارکرد خانوادش متفاوتر هست بازی از اینجاها تحت عنوان یک آلت چری دو قلو را که در خود میگیره این باعث این موضوع میشه که گویا تمام جامعه در مورد مسئله اینگونه نگاه کنه که فرد متفاوتر هست و فهم یا برچسب نابغه را بالایش در اینجا استفاده میکنن انمی استفاده کردن یا برچسب خود نابغه خودش یک پاداش خیلی قوی هست برای یک فرد این فکر میکنه زمان ما متفاوتر است و می در فکر انجام دادن بعضی کارهای متفاوتر هست و اینجاها موقعیت خود نابغه بودن شکل میگیره ولی می از لحاظ ذاتی مسئله که اگر این موضوع را به صورت جوهری مورد بحث قرار بدیم خب اینا عرفا جان نابغه خلق نشدن و نابغه هم
نیستن چون بدلی که از جمله کودکان استثنایی مورد بحث قرار میگیرن و شاید هم که آیکی وشی از اینا با هم اندازه آیکی وشی خیلی بلند نیست، آیکی وشی شان نسبتاً آیکی وشی پایین تر هست، ولی کارکرد از اینا تو در جامعه نسبت متفاوتر است، هم از لحاظ فیزیولوژیکی، هم از لحاظ مفاهیم زبانی، هم از لحاظ ژست و حرکات و هم با یک بارگی که اینجاها سر زبان ها افتید و بالاخره ای یک چهره مثلا آشنا شد، این خودش میتونه یک بستر نابودن برش مطرح سازه که در آینده ها واقعا این مفید تمام شود، یعنی ماهیت فلسفی مسئله در این هم رست. بسیار خوب. بحث دیگه ای از دکتر صاحب گفتن که قراره که پدرش در سالهای قبلی پاکستان رفته بودن، معایناتش انجام دادن، گفتن که مغزش یا آیکیوش نسبت برای انسان 60 ساله 40 برابر بیشتر است. این چه قسم میتونه باشه؟ اگر بیشتر مردم این سوال برشون زیرشون خلق ماشه، آیا امکان داره یا خیر؟ اصلا در مورد آیکیو یا در مورد بسترهای استعداد امروز در جهان کدام تست بیولوژیکی اصلا موجود نیست، ولی همیشه تحت عنوان تشخیص های برنامه علم روانشناسی بر اساس رفتارشناسی مورد بحث قرار میگیرم. خب اونجا هم زمانی که بعضی کارکردار اینا از خودشان دادن، نظر به سنشان و نظر به چهرهشان، نظر به محیط کاریشان، اونا هم بالاخره یک عرف تفاوت بودن را در اینجا مطرح کردن، ولی که ما بگوییم آیکیو شیش نظر به یک 60 ساله به صورت مکمل در حالت متفاوت است، ما فکر میکنم شاید در اینجا ما دچار یک سوی تفاهم یا دچار یک تشخیص اشتباه شده باشیم. بله بسیار خوب. من اگر اشتباه نکنم 35 میلیون مرد انسان هایی که در افغانستان هستن یا در کل بعضی هایی که در رسانه ها دسترسی دارن منتظر هستن بفهمن که آیا حرفات هم میتونیم یک نابغه خطاب بکنیم یا صدا بکنیم یا بشناسیمش یا خیر؟ بله، نابغه بودم قبلا هم اشاره کردم، حالا براتون اشاره میکنم که به معنای ازی است که فرد استثنایی است که یعنی در بین هزاراتن یک تن. خب معمولا زمانی که نابغه صحبت میکنیم، خب چهرهش نظر به دیگران نابغه است، حرفش نظر به دیگران نابغه است، کارکردش نظر به دیگران نابغه است، ولی امی تشویق و پاداش نابغه بودن که از طرف جامعه بر عرفا جان به طور مثال اینجاها مساعد شده، این خودش یک حکمت کلی از بدبینی که هیچ کس حاضر نشد که فهم نابغه بودن برزو برچسب بخورم، در حالی که به عرفات برچسب خورد. انشاءالله این رو به فال نیک میگیریم که نمی تشویق عزیزان و دوستان میتونه زمینه برای بعضی از نوآوری و تغییرات در زندگی یا بعضی کارها مثلا جالب جالب رو اینو انجام بده. لطف شما است. دکتر شهاب زکریا بارگزن. لطف شما. از شما. دوستان عزیز در برنامه قبلی هم آنچه که دیدیم و آنچه شنیدیم که گفته بودن که دکتر صاحب جمشید دسا هم با حرفات دیدار کرده بودن، با دکتر صاحب بارگزن دیدار کردیم، ان شاء الله یک دیدار کلی با دکتر صاحب جمشید هم می داشته باشیم، همراهی ما داشته باشیم.